بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیدة و اکفل ناظرنا بنظرة منا الیه. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و اجعلنا من الذين عرفوا انفسهم. آشنایی با هدف و اینکه کجا برویم و کجا باید برویم، یعنی مقصد نهایی ما کجاست، خیلی مسئله مهمی. تمام زحمت‌های ما، تمام تلاش‌های ما، همه فعالیت ما وقتی به ثمر می‌نشینه که ما مقصد رو درست نشانه‌گیری کرده باشیم و به سمت هدف درست حرکت کنیم. و این مستلزم این است که هدف رو دقیقاً شناسایی کرده باشیم، به سوی هدف بریم. بنابراین اگر کسی هدف رو نمیشناسه و به سمتی غیر از هدفش حرکت میکنه اما به خیال اینکه داره به سمت هدف میره، در حالی که اونجایی که داره میره اونجایی نیست که میخواد بره و باید بره، وقتی هم که برسه پشیمانه که اینجا کجا، قرار نبود من اینجا بیام، چی شد اینجا رسیدم. دیدید کسانی که تو زندگیشون دچار پشیمانی و ندامت میشن، خود شما چه بسا خیلی جاها دچار پشیمانی و ندامت شده. همه اون موارد از همین قبیله، یعنی شما یه جایی میخواستی بری، به یه جایی میخواستی برسی اما به یه جای دیگه رسیدی غیر اونی که میخواستی برسی. نه اینکه تلاش نکردی، نه اینکه زحمت نکشیدی. تلاشت بیفائده شد، بی نتیجه شد. چرا؟ چون نتیجه رو درست شناسایی نکردی، مقصد رو دقیقا نشانه گیری نکردی. شاید بگیم که تمام انبیاء الهی علیهم السلام که اومدن همه اون همشون و تلاششون این بوده که هدف رو به ما نشان بده، مقصد رو به ما معرفی کنه. رودها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطن. به کجا میروم، از کجا آمدم با به کجا میروم یکیه در مورد انسان. از کجا آمدم به کجا میروم در مورد انسان وحدت داره، که حالا در آینده میرسیم بحث میکنیم توضیح که چطور یکیه. انسان همیشه
منهای هدایت انبیا اشتباه میدونه. یعنی اون دید هدف بین مقصد نهایی نگرش کار نمیکنه. آخر 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 رو نمیبینه چون دوره، برای انسان دور محسوب میشه. الان وقتی میگیم که قیامت، میگیم اوه کو تا قیامت، کو تا قیامت. نه اینکه قیامت دوره، نه، همین الان قیامت هست، همه ما قیامت داریم. قیامت داریم یعنی هدف داریم. بهشت کجاست؟ تو قیامت. بهشت هدفه، هدف مشترک همه ما بهشته، همون بهشت سعادتی که اگر بهش برسیم دیگه هیچ احساس ناراحتی نداریم، رضایت مطلق، اون بهشت سعادت. همین الان اون بهشت هست. چرا ما دور میبینیم؟ دور نیست، ما دور میبینیم، چون نمیبینیم. خدای متعال می‌فرماید در قرآن که بندگان من که از من سوال می‌کنند بگو انی قریب، من نزدیکم. چرا از دور دنبال من می‌گردند و منو دور می‌بینند؟ انی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعا نه، منو بخونن کار تمومه، منو بخوان کار تمومه. منو بخوان یعنی همون بهشت سعادتشون رو که دور میبینن نزدیک ببینن. نزدیک دیدی کار تمومه، حاجتت برآورده شده است. به خواستت رسیدی. منتها مهم سر همین نزدیک دیدنش، که ما که دور می‌بینیم حالا اینو چیکار کنیم که نزدیک ببینیم. هدف ما بهشت سعادته. عرض کردم ما در نهادمون و در فطرتمون این بهشت موجوده، در نهادمون. اگر موجود نبود اینجور برای رسیدن به این بهشت تلاش نمی کردیم. چقدر همه ما تشنه این بهشتیم، در حال حرکت به سمت این بهشتیم، یعنی متمایل، عاشق، مشتاق. امکان نداره که ما میل و شوق شدید، اگر از شما بپرسم که به چی از همه بیشتر علاقه داری، خوب که فکر کنی میبینی غیر از بهش به هیچ چی دیگه علاقه نداری. نه یه خورده علاقه داری مثلا به این دو بیشتر داری، به هیچ چی دیگه علاقه نداری.
اگرم میبینی علاقه هایی به غیر بهشت الان در درون شما هست، به خاطر این که بهشت رو نفهمیدی کجاست. فکر میکنی بهشتت مثلا تو اینه که درآمد خوبی داشته باشی، مدرک تحصیلی خوبی داشته باشی، شغل خوبی داشته باشی، زندگی و رفاه خوبی داشته باشی. اینا رو چون سعادت خودت میدونی و اون بهشت نهایی خودت میدونی، به همین خاطر به اینا هم علاقه پیدا کرد، شوق داری، میل داری، امید داری. و الا اگر بدونی، یعنی همین علاقه هم که شما به اینها داری، این علاقه هم به خاطر اون بهشت. اگر ما حساب هدف رو از وسیله تو زندگیمون جدا کنیم، کارتمون، همه تلاش، همه زحمت ها همینجاست. برید ببینید دیگه، برید بگم تمام قرآن رو زیر رو کنید. فلیثور القرآن، زیر رو کنید قرآن. تمام نصایح، مواعظ اولیاء خدا، بزرگان، انبیاء، ائمه علیهم السلام، همه رو زیر رو. آخرش به همین جا میرسه که حساب هدف رو از وسیله جدا کنید، خلط نکنید، دیدتون رو باز کنید، دیده هدف بین پیدا بکنید. چرا وسیله رو به جای هدف میبینید و میگیرید؟ چرا فکر میکنید که این جایی که رسیدی اینجا آخر راهه؟ اشتباه میکنید. چرا فکر میکنی اینجا اگر برسی به آخر راه رسیدی؟ اشتباه میکنی. سوار قطار، این قطار داره میره مشهد، شما هم میخوای بری مشهد، واقعا حقیقتا، یعنی هدفت مشهده. اگر به مشهد برسی، میرسی به اون بهشت سعادته که میخوای، باطنن میخوای، با همه وجودت بهش مائلی. اما وقتی به مثلا فرض بکنید که سبزوار میرسی که بین راهه، به شاهرود میرسی که بین راه، وسط راه پیاده میشین، همه انبیا اومدن بگن پیاده نشو، اشتباه گرفتی، اینجا مشهد نیست. شما بنا نیست که اینجا پیاده بشی، اشتباه گرفتی. بحث سر اشتباه گرفتن ها، بحث سر این نیست که یه عده‌ای نمیخوان اصلا برن مشهد. تمام انبیاء الهی هم جمع بشن بگن که اینجا پیاده نشو، یه میخوام پیاده بشم، میخوام پیاده بشم. زور انبیاء به اینا نمیرسه، با اینا هم کاری ندارم، هیچ کاری ندارم. هر چقدر آگاهی بدن، هر چقدر علم و اطلاعات بدن که اینجا و آخر راه نیستا، میگه خب گفتی. بله، انسان نمیفهمه خودش، اما وقتی انبیا میگن میفهمه، میگه گفتی، فهمیدم، ولی من میخوام همینجا پیاده بشم. چی میگی؟ اینو میگیم انسان مختار، انسانی که قدرت داره تصمیم بگیره، انتخاب کنه.
میگه بخوام اینجا پیاده بشم. انبیاء الهی برای اینها نیومده، برای اینها اتمام حجت میکنه، همین، برای هدایت اینها نیومده، برای هدایت اون کسانی اومده که میخوان برن مشهد. انتخابشون انتخاب مشهد، انتخاب مقصد نهایی واقعی خودشون، همون جایی که کمالشون اونجا، رضایت نهایی و تمامشون اونجا، که اگر به اونجا برسن به رضایت مندی و خوشنودی رسیدن، دیگه هیچی نمیخوان، دیگه از حرکت باز میایستن، دیگه نمیدون، دیگه زحمت نمیکشن، دیگه رنج نمیبرن، در لذت کامل، در رضایت کامل. به اینها میگن این جایی که پیاده شدی اینجا آخر راه نیست، یا نه هنوز نرسیدن، به سبزوار هم نرسیدن، گرمسارن. ازشون میپرسی که کجا میخوای پیاده شی؟ میگه ایستگاه بعدی. و ایستگاه بعدی سنانه، ایستگاه بعدش دامغانه، ایستگاه بعدش شاهروده، سبزواره. میگه میخوام اونجا پیاده شم، ولی حواسش نیست، نمیخواد اونجا پیاده شه. واقعا خیال میکنه اونجا آخر راهه، آخر خط، خبر نداره، خبر نداره اینجا آخر خط. انبیاء الهی برای اینا اومده به اینا بگن که اشتباه داری میکنی، تو قرار نیست اینجا پیاده بشی، اینجا نکنه پیاده شی. یه عده پیاده میشن، گول نخوری، نگاه نکنی به اینا، میبینی اینا پیاده شدن تو هم بری. لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، اکثریت وسط را پیاده میشن، تو نگاه نکنی به اکثریت، بگی اینا همه پیاده شدن، شک کنی در مقصدت و در هدفت، دوچار تردید بشی، بگی نکنه این انبیا اشتباه کردن، ببین همه دارن پیاده میشن، اگه انبیا راست میگفتن که اینا وسط را اینجا پیاده نمیشدن، این هم اینجاست آخر راه. حالا چقدر کار سخته، چقدر زحمت داره، دائم انسان باید حواسش جمع باشه که مقصد رو گم نکنه، هدفش رو گم نکنه. خب این هدف رو میگیم گم نکنه، یعنی هدفش رو داره، گمش نکنه. هدف هست، متذکرش باشه. هدف همین الان حاصله، قیامت همین الان برپاست، همین الان هست، برپا نیست، برپا نیست، همین الان هست. وقتی برپا میشه که شما بفهمی هست، ببینیش، دور نبینی، نزدیک داری، یرونه بعیدا و نراه قریبا، دور میبینم و نزدیک میبینم. امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد، بعضی ها دور میبینن، بعضی ها نزدیک میبینن، یرونه بعیدا در دعای عهد، و نراه و قریبا و نزدیک میبینیم. نزدیک میبینیم دور و نزدیک زمانی نیست، ممکنه 2000 سال دیگه هم امام زمان دور نکنه، ولی نزدیک میبینیم، نزدیک میبینیم، یعنی همین الان امام زمان ما ظهور کرده. اون کسی نزدیک میبینه که امام زمانش ظهور کرده،
یه ظهور عمومی داره، یه ظهور خصوصی و شخصی داره. ظهور شخصی کرده. اگر نزدیک دیدی امام زمانت ظهور کرده، اگر قیامتت رو نزدیک دیدی قیامتت همینجا برپا شده، اگر بهشتت رو دور دیدی کو تا بهشت برسی. اوه نسیه است، سیلیه نه به از حلوای نسیه. تحمل دیگه نمی کنی شدائد، گرفتاری ها، سختی ها، دوری از معصیت رو نمیتونی تحمل کنی، مبتلا میشی. اما اگر نزدیک دیدی، نزدیک دیدی یعنی اون چشم قیامت دینت باز شد. وقتی باز نشده زوری نیست بگی ببین، نزدیک ببین، باز نشده که ببین. هرچی هم زحمت بگیشیم زور بزنیم نمیبینه، نمیبینه، فلذا مبتلا میشه به گناه، مبتلا میشه به ترک طاعت، مبتلا میشه به بی صبری و جزع و فزع در برابر شدائد و گرفتاری ها و محرومیت ها مبتلا میشه. هرچه هم میکنی که صبر پیدا بکنه نمیشه، مگه صبر همینجوری میاد؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اول تواصوا بالحق بعد تواصوا بالصبر، یعنی صبر محصول رسیدن به حق، دیدن حق. وقتی شما دیدی مشتاق میشی دیگه، تحمل میکنی، راحت میشی دیگه، راحت میشی. در روایت داریم که نحن صبر و شیعتنا اصبر مننا. ائمه علیهم السلام فرمودن ما صابر هستیم، صبر میکنیم، اما شیعیان ما صبورتر از ما هستند، صبرشون بیشتر از ما هست. لعنا نصب رو علا ما نعلم و هم یسبرون علا ما لا یعلمون. کسی که میبینه دیگه این راحت صبر میکنه، کسی که نمیبینه این خیلی زور میاد بهش، صبر زیادتر لازم داره، این صبر بیشتری میاد، فشار میاد. که شاید به این نباید گفت صبر، باید به این گفت تصبر. صبر، ما خودمونو به آدمای صبور میزنیم. شبیه به صابرین میکنیم. صابر کجا؟ ما کجا؟ صابر حق رو میبینه، از راه وصول به حق به صبر میرسه. از صبر و رأس الایمان، ایمان اون مرحله یقین، مرحله معرفت، مرحله فهم، فهم حقیقت. صبر از حق می‌گذره. اگر دیدگان حق بین ما باز شد، دیده هدف بین ما باز شد، مقصد بین ما باز شد، دیگه در مقابل خواسته هایی که اینها بیش از حد وسیله و ابزار کارایی ندارن، در مقابل از دست رفتن اینها و محرومیت نسبت به اینها جزع و فزع نمی‌کنه، خیلی راحت تحمل می‌کنه.
بلکه تحمل نمی کنیم. تحمل همراه با فشاره. نه لذت هم می بریم. شب عاشورا یاران امام حسین علیه السلام حضرت بهشون نشون داد که کجا میخواییم بریم. حالا چجوری نشون داد؟ اون رؤیت گاهی برای شما هم اتفاق میافته، یعنی همیشه اینجور نیست که فکر کنید اون موقع اون اتفاق افتاد. و اگر برای شما این اتفاق بیافتی که ببینید کجا داریم میریم و چنان غرق در مقصد و هدف بشید که از وسیله و ابزار فارغ باشید، یعنی قلبتون و دلتون مشغول به ابزار و وسیله و دنیا نشه، جز مشغله آخرت و مولا و خدا هیچی دیگه نداشته باشید، همیشه دائم الذکر باشید، همیشه یادت باشه کجا داری میری و کجا باید بری، دیگه برای غیر خدا هیچ ارزش قائل نمیشید. چنان خدا در جان شما بزرگ جلوه کنه که غیر خدا از چشم شما بیافت. همه یه مشکل ما اینجاست که غیر خدا در چشم ما اینقدر بزرگ جلوه کرده که خدا رو نمیبینیم، مقصد رو نمیبینیم، هدف رو غافل شد. عقلمون تو چشم عقل میخواد دیگه، عقل رو معنا کرد. عقل همون دیده واقع بین، حقیقت بین، هدف بین، مقصد بین. ما تصمیماتمون بر اساس احساساتمون. چقدر باید تلاش کنیم و زحمت بکشیم فاصله بگیریم از این احساسات. این احساسات کار دست ما نمیگذاره ما چشم واقع بینمون باز بشه. تا گرمت میشه یه قضاوتی پیدا میکنی، یخ میکنی یه قضاوت دیگه پیدا میکنی. میگن با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویزم گرمیش میکنه. انسان عادی که تربیت نشده، که رشد نکرده، اینجوری بر اساس احساس قضاوت میکنه. کسی که اینجوره تو دنیا هم موفق نمیشه، تو امور دنیا هم این همیشه عقبه، همیشه هم گول میخوره، همیشه هم فریبش میدن. میخواد پولشو سرمایه گذاری کنه مثلا یه جایی که این پولش رشد کنه، مثلا میگه خب من الان چی بخرم، کجا برم؟ میگن زمین بخرم، مثلا ملک بخرم. کجا بخرم؟ میگه برم الان فکر نمی کنه، اینجوری عمل میکنه. الان تابستون هوا گرمه، اینجا گرمه، میبرنش یه جایی که خیلی خنکه. میگه به به همینجا خوبه، همینجا خوبه. زود چرا میگه همینجا خوبه؟ تصمیم گرفت. تو دنیا اینج ببینید، تو دنیا هم خسارت میبینید. کسی که با احساسات تصمیم میگیره میگه همینجا خوبه. چرا خوبه؟ ببین چقدر هواش خوبه. خب زمستونم تو بیا اینجا،
بعد وقت قضاوت کن بگو اینجا خوبه. خیلی اینجا بتونی بمونی یه ماهه، قبلش بیای سرما میخوری، بعدش هم بیای سرما میخوری، زمستونم که اصلا نمیتونی بیای از شدت سرما، چون تو تابستون اون خنکایی که خیلی میچسبه همون جاییست که یک ما بیشتر نمیتونی درمون بیاری، میری همونجا سرمایه گذاری میکنی، بعد میبینی که بهت انداختن، ضرر کرد. چی شد ضرر کردی؟ تبعیت از احساسات. یعنی عقلت تصمیم نگرفت، حس لامست تصمیم گرفت. سرما و گرما رو کجا احساس میکنه؟ حس لامست. تو بر اساس حس لامست تصمیم گرفت، نه واقع بینی. حالا اگر فرض کنی زمستون باشه، همه جا سرد، میبرن یه جایی که میبینی که اینجا بهاره، چله زمستون شما رو میبرن یه جایی میبینی هوای بهاری داری که همینجا خوبه، غافل از این که یه ماه دیگه نمیشه اونجا وایسی هست از شدت گرما، نه فقط گرم، شرجی هم هست، بیچاره میشه، خفه کننده هست. تابستون 50 درجه 60 درجه میندازن به تمام کسانی که تو دنیا دنبال این هستن که به منافعی برسن، از همین راه استفاده میکنن. منتها حالا این شرعی هست یا شرعی نیست، بحث اونو نداریم. ما که میگیم کلا گذاشتن سرت، نه اینکه کلاه مثلا فرض کنید که خلاف شرع گذاشتن، نه، بحث قانونشو نداریم، خریدی دیگه، خواستی نخرید آوردن دیدیم و خواستی عقلتو به کار بندازیم، مسئله شرعی نداریم. مسئله ما بحث خودشناسیه، بحث چیز دیگه است، فقهی نداریم. یعنی اگرم شما خواستی از این کارو بکنی مجازی، شرعن اشکال نداره. از نفهمی مردم، از بیشعوری مردم، از احساساتی بودن مردم، احساساتی بودن یعنی بیشعوری، یعنی نفهمی، استفاده میکنی جنس بنجل خودتو به گرونترین قیمت غالب میکنی. بعدم نوش جونه. چرا؟ چون خیلی ها هستن هرچی هم بهش بگی حالیش نمیشه، بهش میگی میگی نکن این کارو، میگه نمیدونید انقدر خونک بود، غلبه کرده احساسات، و تا ضرر نکنه نمیفهمه، تا ضرر نده نمیفهمه. نفر یعنی خر، خر یعنی موجود دلدا، دلدا پالون میخواد، سوار میخواد، نمیتونه بدون سوار زندگی کنه اصلا، حتما باید سوارش شن، اگه سوارش نشن یه احساس پوچی میکنه، چون این خودش که بلد نیست سوار شه، این باید سوارش بشن تا یه فایده ای داشته باشه، یه خاصیتی داشته باشه. واقعیت اینها، یعنی اینایی که، یعنی اگر یه فرض بکنید که حیوانی اون خاصیت هم نداشته باشه، همین الاغ اگر باربری هم نداشته باشه دیگه به چه درد میکنه؟ کمالش تو همینه که سوارش شم، ازش بار بکشم، کار کنه،
یه کاهویونجه هم بهش بدن بخوره، یه طویله هم بخوره. همه انبیا اومدن به ما بگن که ای انسان، تو اولش که متولد میشی با حیوان فرقی نداری، یعنی دلایی، کم کم این کمرت رو راست کن، رو پای خودت وایسا، فهم پیدا کن، شعور پیدا بکن. فهم پیدا بکن یعنی دلا نباش، کمر راست کن. حالا اینا مال دنیاشه، آخرت هم همینه. تو دنیا شیاطین دنیایی رو سوارت میشن، تو آخرت هم شیطون ابلیس سواری میگیره، سواری میگیره. به هر مقدار که نمیفهمی به همون مقدار داری سواری میدی و دادی. خیلی به دیگران نخندی، اگه دیدی کسی دلاست نخند، یه نگاهی هم به خودت کن، یه سری به آینه بزن. المؤمن و مرآة المؤمن، یه نگاهی به مؤمن کن، اونایی که مؤمن هست روپا خودشون بایستن، عقلشون تو چشمشون نیست، تو احساساتشون نیست، با احساسات تصمیم نمیگیرن. ما ها نگاه میکنیم ببینیم از چی خوشمون میاد، اینو میخوام اونو میخوام، در حالی که اینا خواسته شما نیست، اینا خواسته مرکب شما، اینا وسائل دست شما، هدف شما نیست، اینا ابزار شما. اگر بپرسن چی میخوای میگی مثلا فرض کنی یه درآمد مناسبی میخوام، یه خونه خوبی باشه، یه همسر مناسبی، یه شغل مناسب، همین چیز نان مسکن آزادی رو بود، نان مسکن آزادی شعار کمونیستان. اینو میگی، این همون احساساته. چرا؟ چون الان گشنته، یه غذای خوبی به ما بدن بخوریم. الان خونه نداری، یه خونه بدن بسه، احتیاجی به همسر داری، همسر بدن بسه. تصمیمت بر اساس این خواسته های موقتی زودگذر دنیایی مرکبیه که اینا همش وسیله است. وسیله است یعنی چی؟ بحث اصلی ما کرد. وسیله است یعنی اگر به خودت مراجعه کنی، این جمله را درست تو ذهنتون حک کن، بنویسیدم نه، حک به خودتون مراجعه کن، یعنی میخوایم یواش یواش کمر راست کنیم. دیگه نمیگم میخوایم از خریجت در بیاریم، اینو یه دفعه گفتیم تا آخر شما بدونید یعنی چی کمر راست کردن. یعنی چی؟ میخوایم روپای خودمون وایسیم، میخوایم کم کم کمر راست کنیم. خودمون بفهمیم، به خودت مراجعه کن، از خودت سوال کن، اگر ازت بپرسن ببین چی جواب میدی، باطن جانت چی جواب میده. اگر بپرسن چرا میخوای غذا بخوری، چرا میخوای مسکن داشته باشی، چرا میخوای همسر داشته باشی، درآمد مناسب میخوای برای چی، میبینی
میبینی وسیله جواب میدی نه هدف. یعنی چی؟ یعنی نمیگی که خب میخوام درآمد مناسب داشته باشم که درآمد مناسب داشته باشم دیگه. میخندن به هدف اونیست که اینجوری جواب بدی. اگه پرسیدن میخوای برای چی، بگی میخوام واسه چی، یعنی چی؟ میخوام دیگه، دیگه سوال نداره، اینو میگیم هدف. اما اگر میبینی نه سوال داره، جا داره سوال کنه، میخوای برای چی؟ میخوای غذا بخوری که چی؟ به خودت مراجعه کن، جوابش تو خودت هست. میگی غذا بخورم که انرژی بگیرم، جون بگیرم، نیروهای از دست رفتم برگرده، تجدید قوا کنم. بعد حالا بعد چی بگی؟ باز اون بستگی به درجه فهم و معرفت و شعور چقدر کمر راست کرده باشه. پس این وسیله شد، این هدف نشد، این وسیله است. جای هدف نگیری، هدف رو گم نکنی. یه موقع میبینی تمام عمرت صرف همین خوردن و خوابیدن و زندگی دنیایی و همین شده، همین. یه جایی پیدا بکنه، یه ویلایی و یه هوایی و یه گردش و تموم شد. 80 سالشه، غیر از اینا هیچی دیگه نداشته، هیچی دیگه هم نخواسته. اصلا خودشو پیدا نکرد. اینا مرکبش بود، اینا همه وسیله بود، اینا ابزار بود. ابزار بود یعنی شما سوار یه الاغی هستی، ابزار یعنی مرکبه. خود شما، حقیقت شما سوار یه وسائل و ابزارهاییه. با این ابزارها و وسائل باید مسیر رو طی بکنه تا به مقصدی برسه. تمام عمرش صرف این ابزار شده، صرف این مرکب شده. یه اسبی دارید، این اسب کاه میخواد، یونجه میخواد، آب میخواد، طویله میخواد. تمام عمرتو صرف این کردی، کاه، یونجه و آب و طویله اینو فراهم کنی. خوبم رشد کرده، خیلی هم سالم مونده، پروارم شده. اما این وسیله، وسیله بودم، از شما جدا میشه. یه روزی میاد که این وسیله عمرش به سر میرسه، چون عمرش طولانی نیست، مرگ داره، مردن داره. ولی شما موندنی هست، شما مردنی نیست. این اسبی که سوارشی، این مردنیه، میمیره. وقتی مرد شما میمونی و شما یه نگاه میکنی به خودت، تازه خودتو پیدا میکنی، میبینی. یه نگاه میکنی به دیگران، میبینی همه رفتن، شما موندی. میگی من که خیلی تلاش کردم، خیلی زحمت کشیدم. اونجا میفهمی هر چی زحمت کشیدی برای خودت نکشیدی، برای مرکبت کشیدی، برای اسبت کشیدی. این اسبم که عمرشو کرد دیگه، و من نعمره و ننکسه و فی الخلق دیگه، خلقتش، خلقت جسمانی یه مرکبیست، عمرش که طولانی میشه درش نکس و فرسایش و کهولت و بیماری و عدم، مرگ، نابودی. شما میمونی بی وسیله. وسیله رو میخواستی راهو بری، راهو طی کنی، شما موندی بی وسیله. میترسی، کاش که فقط میترسی. عذاب همینه، عذاب همین. شما میمونی و خواستت
که بهش نرسیدی و فاصله افتاده بین شما و خواسته شما، و حیل بینهم و ما یشتهون، این بهش میگن جهنم. که هرچی بگیم کم گفتیم، که هرچی بگیم کم گفتیم. اگر کسی بتونه اینو تصور کنه، همینجا میسوزه، آتیش میگیره، نابود میشه همینجا. برای همین خدا نمیگه کاری کرده نتونیم تصور کنیم. همین تصور اجمالی که پیدا میکنیم همین کافیه. هدف کدومه؟ هدف کنیه که اگه ازش بپرسی، سوال کنی، سوالت غلطه، میگه دیگه سوال نداره که چرا، کجا، برای چی، اونو هدف. حالا شما تمام خواسته هایی که الان داری یکی یکی جلو نظرت بیا ببین، سوال میشه کرد ازش که برای چی، یا نمیشه سوال کرد؟ همشو میشه سوال کرد. چرا درس میخونی؟ خوبه، سوال به جاییه، خیلی خوب سوالی کرد، وسیله است، هدف. حالا شما تا حالا چی رو هدف گرفته بودی تو زندگی، هدف گیری کرده بودی؟ این سوال ازش بپرس. رنگ میبازه، رنگ میبازه. همه چیز غیر از خدا رنگ باطل میشه. نه باطل میشه، باطل بود، خبر نداشتی، پرده جلوش بود، پرده کنار که بره همینجوری کنار میره. بله، یه سوال ازش بکن، میبینی که هیچی میشه، فوچ میشه. پوچ میشه نه اینکه از وسیله بودنم میافته ها، یادتون نره. بگه خب حالا که دیگه باطله، باطله یعنی هدف نیست، نه اینکه وسیله هم نیست، وسیله خوبیه. نعم الآن از دنیا علی الآخره، خوب کمکیه، خوب وسیلهیه دنیا، منتها برای رسیدن به آخره. باید خوب بخورید، خوب بخوابید، خوب بگردید، تفریح کنید، همه چی، هر چی نیازهای مربوط به جسمتون، مرکبتون باید تأمین بشه. هر چه بهتر تأمین بشه، بهتر نمیدیم بیشتر، هر چه بهتر تأمین بشه، شما از سلامت مرکب بیشتر برخوردارید و مرکبت راهوارتره، بهتر میبره، قشنگتر حرکتت میده تو مسیر و زودترم به مقصد میرسونه. سر این که ائمه علیهم السلام اینها تو همین دنیا به مقصد رسیدن و به مقام عصمت رسیدن و به کمال نهاییشون رسیدن و انسان کامل شدن، یکیش همین بود که از مرکب قوی و سالم و خوبی برخوردار بودن. قابلیت این که با سرعت حرکت کنند و سریع به مقصد برسند رو این مرکب داشته. خب حالا این قابلیت یه مقدارش ژنتیکیه، وراثتیه، یه مقدارش هم دست خوده بود. آموزش میخوام، تربیت میخوام، خودت رو در معرض تربیت متخصصین در این امور هم قرار بده، تحت آموزش متخصصین در این امور هم قرار بده، غافل نشو، نگو خب حالا که مقصد که نیست پس ولش کن. یعنی پیاده شدن،
پیاده شدن یعنی به مقصد نرسیدن، یعنی این قطار رو که داره میره به سمت مشهد شما نه خودت پیاده شی، بلکه قطار رو اصلا از کار بندازی که نتونه حرکت کنه، یه چوب لای چرخش بذاری، یه چوب بذاری کنی، میگن چوب گذاشته شد، چوب لای چرخ قطار بگذاری نتونه حرکت کنه. خب اسم این کار چیه؟ بیعقلی. بیعقلی یعنی چی؟ نفهمی. نفهمی یعنی چی؟ بیشعوری. بیشعوری یعنی چی؟ دلا بودن. دلا بودن یعنی چی؟ برو جلو. دیگه همون یه دفعه میگیم تا آخر دوره دیگه خودت برو. متاسفانه دلا بودن یک راه و دو راه نداره، یعنی دائم آدم دنبال یه مثل این که بهانه میگرده دلاشه، اصلا نه اینکه عادت کرده ذاتش. حالا قیاس به نفس نکن، تو ذاتش که نیست، تو مرکبشه، تو ذات مرکبشه، چون خودشو به تو ذات خودش که انسانیته، تو شاکلش رفته، تو شاکله موقتیه بالفعلش، یعنی الان به ایوان بالفعل، اما این استعداد انسان شدن داره، این با اولاق فرق میکنه، درسته ظاهرن نگاه میکنه اونم دلاست اینم دلاست، اما اون نمیتونه کمر راست کنه، این میتونه کمر راست کنه. به همین خاطر قرآن میفرمد بلهم عدل، یعنی اون نمیتونسته کمر راست کنه و دلاست، ولی تو میتونستی کمر راست کنی و دلال موندی. شماها که جوانین رو نمیگه ها، اونایی که میتونستن و نکردن، شماها که خب تو مسیرید دیگه، تو مسیر رشدید، خب حالا وقتش رسیده، مرحله به مرحله دارید هی کمر راست میکنید، الان نیمه یواش یواش خورده خورده هی داره صاف میشه، مسیر طبیعیه اینه، باید همین، انسان همینه دیگه، خدا انسان همینجوری خلق کرده، دلا خلق کرده، کم کم کمر راست میکنه، شما هم تو مسیری دارید کمر راست میکنه. این دلایی بده، دلا موندن بده، دلا بودن بد نیست. فلذا در حدیث داریم ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است، از امیرالمومنین علیه السلام. تا این جملات رو میبینید زود منتقل بشید، ندانستن یعنی چی؟ یعنی نفهمی. نفهمی یعنی چی؟ یعنی بیشعوری. بیارید 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 برسونید به همون فحش و ناسزاها و دریوری که قشنگ شیرفهم بشید، یعنی خوب جا بیافته تو وجودتون که نفهمی که چقدر بده، نفهمی چقدر بده. دیگه اگر چیزی رو نمیدونستی خجالت نمیکشی که بپرسی. این همه به همون گفتن ها که بابا نمیدونی بپرس، الان هنوزم میبینید یه خیلی چیزا رو نمیدونه، روت هم نمیشه بپرس. چرا؟ چون نمیفهمی که نفهمی چقدر بده، چون را صاف با یه جمله و با یه کلامی بهت نگفتن که قشنگ تو وجودت بنشینه. اصلا خدای متعال خر رو برای همین شاید خلق کرده که ما بتونیم، خود قرآن چند بار اسم خر رو تو قرآن خودش برد، اولائکه کل انعام، انعام یعنی غیر خر، باقی چیزاش هم همه رو گفت، انعام اونایی که دلان دیگه، چهار پا، چهار پا یعنی دلان. یه جاهایی هم که فرموده که مسئله هم که مسئله حمار،
تازه علما رو گفته. به حساب غیر علما که دیگه پاکه. چون دیگه هم داریم مثل خیلی که از شیر فرار میکنه، همار از دین فرار میکنه. خیلی مهمه قرآن اسم همار بیاره و نسبت بده، بگه اینا مثل الاغ میمونه. خیلی فحش قشنگیه، خیلی قشنگیه، به جا قشنگ نفوذ میکنه آدمو بر میخوره به آدم. این درسته، باید بر بخوره به، باید بر بخوره تا بفهمی که کجایی چیه جریان و باید رد چی. خر بودن بد نیست، خر موندن بد نیست. ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب. و از بس با ما با اصطلاحات حرف زدن و با جملات خیلی نمیدونم علمی و کلاسیک و که یه موقع نکنه به ما بر بخوره، نکنه چی بشه، نکنه بی ادبی بشه. نه، این بی ادبی نیست، بجاست. هر چیزی بجاش خوبه، هر چیزی. اینو در گذشته عرض کردم، هیچ چیز بدی شما تو عالم پیدا نمی کنی. اگر بد بود خدا خلق نمی کرد. همه چیز خوبه، هر چیزی به جای خودش که مصرف بشه بهترین چیزه، اگر بی جا مصرف بشه بدترین چیزه. به جا که به کار بره خوب، که حالا این خودش رو بحث مفصلی داره، باید در آینده برسیم که خوب و بد چند تا معنا داره و معانی خوب و بد. رو اون بحث خیلی کار بکنید، هر چی کار کنید کمه. نوارهای همه دوره ها رو بگیرید، به این بحثش که میرسه این بحثش رو در بیارید، در بیارید، یادداشت کنید. این نقطه حساسه که اگر کسی این بحث براش جا بیافته از هفت خان رستم گذشته، از پل عبور کرده. هر که از پل بگذرد خندان بود، زیر پل منزلگه رندان بود. خیلی بحث حساس، مهم، استراتژیک. خب مقصد ما کجاست؟ که ما اگر ازش سوال کنیم بپرسیم که برای چی میخوای به اینجا برسی، سوالش بی معنا باشه. گفتیم همه ما میخوایم برسیم به جایی که هر چی میخوایم بشه. سوال میکنیم برای چی میخوای برسی به یه جایی که به هر چی میخوای برسی؟ ببینید این معناش لغو شد. میگی میخوام به یه جایی برسم که هر چی میخوام بشه، هر چی هم نمیخوام نشه و همینجورم بمونه ها. نگی یه مقطعی باشه بعد، چون خود اینم جز خواستم بمونه. برای چی میخوای برسی؟ البته با دقت‌های علمی و اینها یه خود موشکافانه حالا میتونیم باز یه چیزای دیگه هم بگیم، ولی نه دیگه، اونا دقت‌های زیادیشو خیلی ما باهاش کاری نداریم. اما به طور معمولی از جملاتی به کار ببریم که معمولی، ولی باز میتونیم بپرسیم که برای چی میخوایی که برسی به جایی که هر چی میخوایی بشه، هر چی هم نمیخوایی نشه.
زندگی میخوام برای اینکه میخوام به رضایت برسم، به رضایت مندی برسم، راضی باشم دیگه. اینو دیگه و دیگه سوال نمیشه جا. برای چی میخوای راضی باشی؟ به رضایت باشم، برو پی کار کن. مفهوم رضایت رو نفهمید که سوال میکنی، نفهمیدی رضایت نمیشه. حالا به رضایت مندی رسیدی، حالا که چی؟ راستش کمتو بگی برو جلو بوق بزن، یعنی برو به کار دمو مسخرش میکنی، میگی چی میگی تو؟ کم داری؟ اینو میگیم هدف. هدف اینجاست. اگه به اینجا رسیدی که حالا اینجا کجاست، این رضایت مندی چجوری حاصل میشه؟ با خوردن حاصل میشه. این همه خوردی، این همه خوردی، و چرا بازم داری میدویی؟ با خوابیدن حاصل میشه. این همه خوابیدی، دو تا دیگه هم، دو دفعه دیگه هم روش، صد دفعه دیگه هم، هزار دفعه دیگه هم، این همه پلو خوردی، این همه کباب خوردی، این همه خورش خوردی، یه تانکر دیگه هم روش، یه تریلی دیگه هم روش، بهترین برنج، بهترین نمیدونم گوشت، حاصل میشه. باید روش کار بکنی، باید روش فکر بکنی. ببینیم دنیا توان تأمین این خواسته ما که رضایت مندیه داره یا نداره. و صلی الله علی محمد و آله. هفته آینده کسانی که مایل نیستند ساعت